از بزرگترین میدان‌های دنیا و میراث جهانی شهر اصفهان میدان نقش جهان است. با ظاهر مستطیلی خود از دوران صفویه که بناهای تاریخی دیگری را نیز در خود حفظ کرده است. از قسمت شمال وارد بازار قیصریه شوید و از دیدن حجره‌های فروش صنایع دستی و سوغات اصفهان و کارگاه‌های میناکاری و قلمزنی و دست‌های ماهر استادکاران غرق در شگفتی شوید. کاخ آلی قاپو که زمانی از بلندترین بناهای شهر اصفهان بود، در غرب میدان نقش جهان قرار گرفته است و توسط شاه عباس صفوی و با برگزاری جشن نوروز در سال 1006 هجری قمری افتتاح شد. درست روبروی عمارت آلی قاپو، یکی از شگفتی‌های معماری و کاشیکاری ایران، یعنی مسجد شیخ لطف‌الله با گنبد مدوری که در زمان‌های مختلف روز تغییر رنگ می‌دهد، قرار گرفته که در نوع خود در دنیا بی‌نظیر است. کاخ چهلستون در میان باغ وسیع جهان نما ساخته شده که ترکیبی شگرف از هنر معماری ایرانی، چینی و فرنگی است. این کاخ ستون‌هایی از جنس چوب چنار و درخت کاج دارد. کاخ چهلستون در واقع 20 ستون چوبی دارد که به خاطر انعکاس تصویر این ستون‌ها در آب استخر بزرگ عمارت به 40 ستون معروف شده است. کاخ هشت بهشت در دو طبقه و در منطقه چهارباغ اصفهان قرار گرفته است. دیوارهای داخلی مجموعه با نقاشی و طلاکاری، آینه‌کاری، شیشه‌کاری و طرح‌های پرندگان مختلف و گل‌های رنگارنگ تزئین شده و آن را به عالی‌ترین کاخ‌های دوران صفوی تبدیل کرده است. منار جنبان، همانطور که از اسم این بنا پیداست و برای بسیاری هنوز غیر قابل باور است، لرزیدن و تکان خوردن مناره‌هایی است که از قرن هشتم هجری تا به امروز بدون هیچ آسیبی سالم مانده است. مسجد جامع از قدیمی ترین بناهای شهر اصفهان است که در قدیم به آن مسجد عتیق نیز می‌گفتند و از زمان سلجوقیان تا کنون مرمت‌های بسیاری شده است. زاینده رود بزرگترین رودخانه در مرکز فلات ایران و شهر اصفهان است. این روزها و حتی در فصلهایی که بدون آب سپری می کند، از دو پل زیبا و تاریخی 33 پل و پل خاجو میزبانی می کند. کلیسای وانک، نمی شود از اصفهان صحبت کرد و از محله جلفا و کلیسای زیبایش حرفی نزد. پیشینه این محله به زمان مهاجرت ارامنه به شهر اصفهان در زمان صفویه برمی‌گردد. کوه آتشگاه یکی از هفت آتشکده بزرگ ایران است و از یادگاری‌های دوران ایران باستان که به زمان ساسانیان برمی‌گردد.